درود بر شما علی فیزی هستم خیلی خوش اومدید به داکیو دراما یه قسمت دیگه از سریال جاسوسان جنگ جهانی دوم سازمان اطلاعاتی فنلاند که الان هم فعال مثل بقیه کشورها سازوکار خودش رو داره و دهه ها بوده که فعالیت میکرده تاریخچش برمیگرده به دوران قبل از جنگ جهانی دوم و توی دوران جنگ جهانی دوم یک جنگ اطلاعاتی خیلی وسیعی رو اینا داشتن با نیروهای شوروی که اصلا میدونید اینجوری بذارید بگم فلسفه این سریال چیه من تلاشم بر اینه که اون بخش کمتر دیده شده جنگ جهانی دوم رو با هم بررسی بکنیم دیگه به بهانه بررسی کردن سازمان های اطلاعاتی و جاسوس ها و اینها یه سری چیزایی که تا الان بهشون فکر نکردیم و کمتر دیدیم و شنیدیم راجع به جنگ رو هم یه مثلا آشنایی پیدا بکنیم مثلا یه جنگ فنلاند و روسیه و بعد شوروی و بعد شوروی دوباره روسیه چون هنوز همینا با هم چالش دارن و توی جنگ جهانی دوم یکی از مهمترین بخش های جنگه خیلی نبردهای های مهمی بوده بین این دوتا و این سازمانی که تشکیل میشه کارهای بزرگی انجام میده که میخوام تو این ویدیو بگم دو تا عملیات خیلی جذاب هم دارن در اواخر دوران جنگ واقعا هر کدوم مثل یه فیلم سینماییه و تلاشم بر اینه که تا اونجا که میشه جذاب براتون روایتش بکنم بنابراین این موضوع موضوع خاصیه و ازتون میخوام که با دقت همراه باشید و بریم ببینیم چیه فقط قبلش طبق معمول باید تاریخشش رو در بیاریم ببینیم اصلا چی میشه که روسیه و فنلاند اینقدر با هم چالش دارن خب اینجوری بود که فنلاند توی سالهای اخیر با ناتو رابطه خوبی داشت ولی عضو ناتو نبود تا اینکه روسیه وقتی حمله کرد به اوکراین همین سال 2023 فنلاند رسما درخواست عضویت داد و عضو ناتو شد از ترس حمله روسیه و این از گذشته مثلا فنلاند سعی کرد یک موضع بیطرفی داشته باشه در قبال روسیه دیگه چرا قضیه چی بوده ماجرا اینه که فنلاند تو صده های پیش مثلا صده 16 به بعد میشه یکی از های امپراتوری سوئد تا اوایل قرن 19 هم میمونه فنلاند یکی از بخش های امپراتوری سوئد بوده تا اینکه بین امپراتوری سوئد و تزار روسیه یک جنگ در میگیره جنگ طولانی و دنبال دار که روسیه در قبال اون جنگ مثلا فشارهایی که میاره به سوئد یه سری بخشهایی رو ازش میگیره قراردادی با هم میبندن یه سری بخش رو برای خودش میگیره روسیه که یکیش همین فنلانده یعنی فنلاند قانونا حالا بگیم بر اساس اون معاهده دیگه حالا بر اساس یک قراردادی میشه مال روسیه پس اینکه الان اینقدر با هم درگیری دارن بخش زیادیش برمیگره به این خاطر به این مسئله که اصلا اینا روزها میگن آقا فنلاند در گذشته مال ما شده طبق اون قرار داد این نبرده هست بینشون ولی خب با گذشت زمان و شورش هایی که میکردن فنلاندی ها به هر حال آدمای ملی گرایی اند آدمای وطن پرستی و همیشه دنبال استقلال بودن همیشه دنبال خودمختاری مختاری بودن حداقل میجنگیدن برای اینکه خود مختار بشن و یک دوره هم میشن ولی خب همچنان زیر چتر تزارن تا اینکه انقلاب 1917 رقم میخوره بولشویک ها یک انقلابی رو رقم میزنن در بحبوهی جنگ جهانی اول موقعی که روسیه حسابی زیر فشاره توی این جنگ حالا بولشویک ها اومدن انقلاب کردن دیگه عملا روسیه از جنگ جهانی اول میکشه بیرون تو ایران ما هم همین اتفاق میفته تو ایران ما هم مثلا روزها در حال جنگ با نیروهای میرزا کوچکخان جنگلی و یه سر بخش های دیگه بودن یهو میرن و این اتفاق رو کشورهای دیگه هم تاثیر میذاره مثلا آذربایجان هم اعلام استقلال میکنه و میشه اسمش رو میذاره جمهوری آذربایجان یا حالا کشورهای دیگه یکیشون هم همین فنلاند بود پس بعد انقلاب 1917 توی روسیه که میشن شوروی فنلان میاد اعلام استقلال میکنه جالب این که چون توی شوروی یک جنگ داخلی در گرفته بود بین ها و منشویکا و لنین بسیار سرگرم اون جنگ بود که بتونه قدرت رو در بر, بر خودش بگیره خیلی به پروپای فنلاندی ها نمیپیچه و گویا مثلا رضایت میده میگه باشه دیگه حالا شما اعلام استقلال کردید دیگه مثلا جنگی نمیشه بین روسیه و فنلاند ولی توی خود فنلاند خب کسانی بودن که طرفدار کمونیسم بودن طرفدار شوروی بودن که بهشون سرخا گفته میشه و یه بخشی هم بودن خود ملیگرهای فنلاندی که دنبال استقلال بودن که به سفیدها مشهور بودن یه جنگ داخلی حالا تو فنلاند رخ میده بعد جنگ جهانی اول و اعلام استقلالشون جنگ بین سرخا و سفید زمان میگذره میگذره تا اینکه به سالهای 1937 38 میرسن زمانیه که شوروی به شدت احتمال جنگ رو میده هم از جانب آلمان و هم از جانب ژاپن حالا راجع به ژاپن رو توی یک ویدیوی دیگه راجع صحبت کردم ویدیویی که ریچارد سورج جاسوس اینها بود توی ژاپن حالا اونو میبینید بعدن ولی در مورد آلمان این شوروی میاد به فنلاند فشار میاره میگه ببینید ما احتمال میدیم که اینها بخوان از طریق شما به ما حمله کنند پس یه بخشی از خاک شما رو ما میخوایم که بتونیم مثلا نیروی نظامی خودمون رو مستقر بکنیم واحدهای توپخانه رو مستقر بکنیم اونجا که اگر جنگ شد بتونیم دفاع بکنیم فنلاند هم خب به هیچ عنوان نمیتونه قبول بکنه دیگه اصلا میگن این احترام این در واقع نقض حاکمیت سرزمین ماست و خیالتون راحت ما نه به شما اجازه همچین کاری میدیم نه اجازه میدیم همچین کاری بکنن روسیه خب کوتابیا نیست شوروی کوتاه نمیاد این ترسه ولی یه مقدار بعد میریزه که اوت 1939 این دوتا کشور یعنی شوروی آلمان با همدیگه به یک توافقی میرسن با هم سر یه سری تا کنار میان که یک هیچوقت با همدیگه حمله نکنن و دو پشت پرده اون قرار داد که فعلا کسی نمیدونه اینه که آقا بیا یه تقسیم عراضی بکنیم بیشتر هم سمت شرق اروپا رو با هم تقسیم میکنن و مثلا از جمله جاهایی که قرار برسه به شوروی یکیش همین فنلانده فنلاندی ها نمیدونن قضیه چیه ولی شوروی ها میدونن که آقا اینجا قراره به ما برسه و حتی لهستان هم تقسیم میشه دیگه بعد این قرارداد چند هفته که میگذره آلمان حمله میکنه به لهستان جنگ جهانی دوم شروع میشه و یه مدت بعدم شوروی حمله میکنه به شرق لهستان حالا این اتفاقات افتاده شوروی دیگه میخواد بره سمت کشورهای دیگه که مهمترینشون فنلاند. چرا چرا فنلاند مهمه یه بخشش که گفتم مسئله تاریخیه یه بخشش که فنلاند افتاده بین شوروی و این طرفش سوئد و نروژ و اینها یعنی اگر بخواد اون کشورها رو بگیره و حمله کنه به با اونها باید فنلاند رو داشته باشه این دومین دلیلیه که انقدر مهمه و سی نوامبر 1939 جنگی در میگیره که مشهور به جنگ زمستانی روزها با 400 هزار نیرو و 1500 تا تانک حمله میکنند به فنلاند یک جنگ بزرگ قراره در بگیره تا اینجا داشته باشید یه دهه برگریم عقبتر ببینیم چی شد که فنلاندی ها سازمان اطلاعاتیشون رو تأسیس کردن بعد برسیم به دوره جنگ و از اینجا به بعد رو با هم پیش ببریم اینجوری بود که 1927 فنلاندی ها نگاه کردن دیدن آقا به حال تجربه جنگ جهانی اول رو داریم میدیم می چه اتفاقاتی داره میفته وضعیت وزیعت هم وضعیت خوبی نیست دنیا همه سازمان اطلاعاتی دارن ما چرا نداریم این میشه که به یک نیر نظامی به اسم رین رینو هالاما سوتوان هالاما دستور میدن که تو برو یک ظرفیت اطلاعاتی برای ما تراهی بکن یک سازمان جاسوسی برای ما تراهی بکن جون 1927 ه ولی خب هنوز هیچ تجربه ای ندارن خام خامن تو این کارها این صدوان حالا ما کار واقعا بزرگی انجام میده یعنی سازمان اطلاعاتی فعلی فنلاند که بهش سوپو میگن او واقعا مدیون به این آدم هسته اولیش رو این آدم کاشته شروع میکنه به مطالعه هوش رادیویی رادیو اینتلیجنس خب اون موقع تمام روابط از طریق همون دستگاه هایی بود که حالا به رادیو مشهور بود دیگه با امواج کوتاه و اینا با همدیگه ارتباط میگرفتن کدگذاری میکردن و طرف مقابل هم تمام تلاشش رو میکرد که این کودها رو بشکنه و سر در بیاره از اون مسئله خیلی این مهم بود یعنی هر سازمان اطلاعاتی که توی زمینه رادیو اینتلیجنس قوی تر بود دست بالا با اون بود راجع به اس هم گفتم دیگه توی بریتانیا همین مسئله بود و اینا تونستن اینجوری خودشون رو قوی بکنن اما اینا ندارن چیکار میکنن خیلی کار مهمیه ها این پا میشه میره تمام کشورهای اروپایی رو بررسی میکنه با نظامیانش ارتباط میگیره قانونی مستقیم یا غیر مستقیم و مخفیانه میاد چند تا ریاضیدان رو استخدام میکنه که اینا مثلا روی دستگاه های جدیدشون کار بکنن میاد از روس ها کمک میگیره درسته با هم دشمنن ولی یه سری رو موفق میشه استخدام بکنه از افسران اطلاعاتی لهستان کمک میگیره روابط خوبی داشتن با همون موقع و با همه این کشورها ارتباط میگیره از هر کدومی کمکی میگیره یه ها ظرف مثلا دو سه سال یه واحد خیلی کارکشته و قوی رو تأسیس میکنه واحد بزرگ نیست چند نفر بیشتر نیستن فعلا ولی توان عملیاتی بالایی دارن توان اطلاعاتی بالایی دارن حدودا مثلا اوایل دهه سی اینا موفق شده بودن اطلاعاتی که مثلا به صورت رادیویی از سفارتخانه آمریکا توی هلسینکی ارسال میشد برای مقر اصلیشون توی آمریکا رو اینا کدگشایی بکنن خیلی کار بزرگیه ولی خب اون هدفشون نبود این بیشتر مثلا یه تمرین بود هدف اصلیشون این بود که ببینن روزها شوروی در چه حالیه کشتی هایی که دارن میرن میان هواپیماهای تجسسی که دارن اینا چه پیام هایی رو دارن رد و بدل میکنن چند سالی دوباره طول میکشه تا بتونن پیام های شوروی رو کدگشایی بکنن ولی موفق میشن اواسط دهه 30 1934 این کار رو انجام بدن خب الان توان قابل قبولی دارن گذشت شوروی فشار آورد اینا قبول نکردن نهایتا حمله کرد 1939 پایان 1939 از اینجا داستان رو پی میگیریم با هم خب این جنگ جنگ نابرابریه دیگه فنلاند 3 میلیون جمعیت داره اصلا قابل مقایسه نیست با جمعیت شوروی اون همه تجهیزات دارن و چیزای دیگه بنابراین فنلاندی ها باید روی روش های خودشون کار بکنن دیگه باید جنگ چیریکی رو انجام بدن باید بتونن ضربات نامنظمی رو وارد بکنن نمیتونن جنگ کلاسیک بکنن با شوروی اگرچه که خط دفاعی رو مستحکمی رو تراحی کردن ولی خب مهمتر اینه که بتونن توان اطلاعاتی خودشون رو افزایش بدن این واحده واحدی که حالا ما تأسیس کرده بود شروع میکنه به کمک اون رمزگشایی ها اطلاعات کسب میکرده میداده به واحد هایی که مثلا جنگ چریکی میکردند، اون واحد ها میرفتن ضرباتی رو وارد میکردن این ابتداشه کلا اینم بگم فنلاندی ها از همون موقع یک خصیصه ای داشتن اونم اینه که همه پای کار بودن یعنی وقتی مثلا شوروی حمله میکرده همه می اومدن پای کار مردم عادی هم می اومدن پای کار اونی که قبلا سرباز جنگ جهانی اول بوده اونم میرفته پای کار داستان های جالبی هم نقل شده شاید در آینده بریم سراغش بود مثلا یه نفر بوده یک کهنه سربازی بوده این تک و تنها با یه رایفل میرفته توی جنگل مستقر می شده کمین میکرده و کلی از نیروهای روس رو تونسته بود اینجوری بزنه و مثلا این خیلی مشهور شد دیگه میترسیدن ازش همچین اتفاقاتی هم بوده ها حالا ما دیگه با اونا کاری نداریم ولی فنلاندی ها میان مطالعه میکنن راجع به روسیه و نهایتا میان یه تاکتیکی برای خودشون تراحی میکنن تاکتیکی که مشهور میشه به متی به معنی محاصره خب اینا هر موقع روس ها میخواستن حمله کنن اینا پیشا پیش میدونستن دیگه چی کار میکردن؟ میگفتن خب فرض کنیم تو جبهه مثلا شمال شرقی قرار یک لشکر حمله کنه به ما اون خط دفاعیمونو باز کنیم بذاریم اینا بیان جلوشون رو نگیریم یه مثلا مقاومت کمرنگی بکنیم که شک نکنن ولی اجازه بدیم بیان اون لشکره وارد شه بیاد بیاد وقتی تو یک نقطه ای که ما روش رس... مثلا کنترل داریم میتونیم رصد بکنیم اومدن مستقر شدن ما بلافاصله اینها رو محاصره میکنیم پشتشون رو میبندیم و از کنارها شروع میکنیم حمله کردن خیلی چیز هوشمندانه و اجراش خیلی سخته میدونی حالا تو حرف خب چی میگیم چیزی نیستی حالا محاصره هستی که تو جنگ میشه ولی ببینید واقعا در مقابل یک قولی مثل شوروی اون موقع چقدر تو باید توان داشته باشی که این کار رو انجام بدی تاکتیک موتی بعد ها دیگه خیلی مثلا مشهور شد توسط خیلی آمرده استفاده قرار گرفت خب حالا محاصره میکردن چیکار کار میکردن اینجا همچنان سازمانی که حالا ما تأسیس کرده بود اون سازمان اطلاعاتی نقش داشت مثلا فهمیده بودن آقا ما وقتی یک واحدی رو محاصره میکنیم از شوروی اینا پیام میدن برای اون نیروهای پشتیبانی نیروهای پشتیبانی میان توی یک ساعت مشخصی با هواپیماهاشون چیزایی که نیازه حالا مواد غذایی تسلیحات هر چیزی که نیازه رو با چتر نجات میندازن پایین که اینا بگیرن این یه روش مرسوم دیگه مثلا تو مقاومت فرانسه متفقین همین کارو میکردن اینجوری به نیروهای مقاومت کمک میکردن با چترهای نجات مخصوص و کجولو. ولی این واحده سرین اطلاعات رو میگرفت متوجه میشد که فلان ساعت قرار هواپیماهای شوروی بیان برای ارسال کمک تاکتیک روس هم چی بود چه جوری بود این مدلی بود میگفتن آقا شب تو فلان نقطه ما با یک آرایش خاصی آتیش روشن میکنیم یا حرفی یه شکلی یه چیزی آتیش روشن میکنیم شما سریع تشخیص بدید و اونجا بندازید موارد رو اینا زودتر میرفتن این کار رو انجام میدادن حالا تو یه نقطه دیگه خب شب خلبانه چه جوری دقیقاً پیدا بکنه با فناوری اون موقع گول میزدند طرف رو و بسیاری از تسلیحات مواد مختلف چیزهایی که مال شوروی بود و همینجوری تونستن مال خودشون بکنن و نیروهایی که تو محاصره بودن بیشتر آسیب میدیدن ظرف همون چند ماه تقریبا عواسد 1940 بود که شوروی دیگه دید نمیتونه ادامه بده خیلی حرفانی شکست بدی خورد ظرف همون چند ماه فنلاندی ها حدودن 20 هزار نفر از نیروهای روس رو زدن بالغه بالغ بر چهل تا از تانکاشون رو یا خراب کردن یا گرفتن و حالا جالبتر میدونید چیه؟ در طول این چند ماه از نوامبر 39 تا مارس چهل خب کلی اطلاعات به دست آورده بودن دیگه به نحوه مثلا آرایش نظامی شوروی به تجهیزاتشون چیزای مختلف یه بایگانی اطلاعاتی خوبی داشتن میان اینها رو در اختیار آلمانی ها قرار میدن آلمانی هایی که فعلا به ظاهر دوست شوروی و آلمان یکی از چیزهایی که خیلی کمکش کرد که اعتماد به نفس این رو پیدا بکنین که جون 1941 حمله بکنه به شوروی تی عملیات بارباروسا همین اطلاعاتی بود که از فنلاندی ها گرفته بود نقاط ضعف شوروی رو پیشاپیش شناخته بود این هم یکی از کارهای مثلا مهم و تاریخی این سازمان بود که انجام داد دوران صلح فنلاند و شوروی خیلی کوتاه بود وقتی که آلمان ها حمله کردند همزمان فنلاندی ها هم حمله کردند به مواضع شوروی چرا چون با آلمان ساخت و پاخت کرده بودند گفته بودم ببین ما شوروی بخشی از سرزمینمون رو اشغال کرد چند ماه پیش شما از ما حمایت کنید ما هم کنارتونیم بریم که مثلا ما اون سرزمین ها رو بگیریم و این اتفاق هم میافته اما این جنگ که مثلا جون 41 شروع شد تا اواخر 44 ادامه پیدا کرد. این جنگ خیلی طولانی شد. و هر دو طرف هم تلفات زیادی دادن و باز همچنان این واحد اطلاعاتی فنلاند خیلی بهشون کمک میکرد جوری که با 50 هزار تا نیرو تونستن در برابر 150 هزار نفر نیروی شوروی که در برابر هم بودن کارهای مثلا بزرگی انجام بدن ضربات مهمی رو وارد بکنن به مواضع طرف مقابل این واحد واحد اطلاعات رادیویی خیلی بزرگ شده پرسنلش تا قبل این قضایی هدودن حدودا 100 نفر بود رسیده به هزار نفر توان این رو پیدا کردن که حدود 80 درصد از پیام‌های رادیویی شوروی رو کدگشایی بکنن جالبتر اینه که همزمان هم به آلمانیا دارن کمک میکنن اطلاعات رو در اختیارشون میذارن هم یه چیز مهمی فهمیدن فهمیدن شوروی خب هر چقدر هم بتونه پیام‌هاشو رو کدگذاری بکنه به هر محدودیتی هست دیگه این کدهایی که دارن مثلا نامحدود که نیست اینجوری رو روششون اینجوریه یه مدت یه پکیج کد یه پکیجی از کودها رو توی جبهه غرب به کار میگیرن بعد بعد یه دوره میان اون چیزا رو عوض میکنن اون کودهایی که تو جبهه غرب بوده رو میبرن جبهه شرق به سمت ژاپن و اینو که میفهمه اطلاعات رادیوی فنلاند میاد این کدها رو کودهای جبهه غربی رو در اختیار ها هم قرار میده هی داره بزرگتر میشه دیگه هی داره شناختش بیشتر میشه خوبم دارن یه دوره پیش میرن تا اینکه دیگه اواخر چهل و چهار ورق برمیگرده دیگه دست بالا با متفقینه نیروهای محور در حال شکست خوردنن و اینجوری که دیگه برای فنلاند هم وضعیت عوض شده حالا ترس از این دارن که نکنه شوروی بیاد کشورمون رو اشغال بکنه بگیره کل کشورمون رو اینجاست که شروع میکنن به طراحی یک عملیات بزرگی به اسم عملیات استلا پولاریس و حالا من ما می‌خوام ماجرای این عملیات رو براتون تعریف بکنم آپریشن استلا پولاریس اواخر 1944 که این عملیات بعد اجرایی بشه میگن ما حدودا هزار تا نیرو داریم الان توی فنلاند کلی دم و دستگاه و کلی اطلاعات بایگانی زیادم بودن این چیزا ما باید یکی این که اینا رو از دست نیروهای شوروی نجات بدیم اگر پاشون به این نقطه برسه و به دستشون برسه این اطلاعات و نیروهای ما اصلا یه فاجعه رخ میده پس مهمترین کار اینه که نذاریم به دست نیروهای دشمن بیفته دو اگر بیان کشور ما رو اشغال بکنن ما باید یه واحدی داشته باشیم همچنان مبارزه بکنیم مطمئنا نیروهای مقاومت تشکیل میشه توی فنلان ما همچنان باید بهشون مثلا پشتیبانی اطلاعاتی در اختیارشون بذاریم پس هماهنگ میکنن با نیروهای اطلاعاتی توی سوئد تو دوران جنگ جهانی دوم سوئد هم اومده بود یه سازمان اطلاعاتی برای خودش تأسیس کرده بود سی بیران می نویسن حالا تلفظش الان دقیقا نمیدونم چیه چون باید جدا راجع به اون هم مطالعه بکنم شاید راجع به هم ویدیو ساختم همین اتفاقاتی که مثلا تو فنلاند افتاد و این واحد اطلاعاتی رادیویی شکل گرفت توی سوئد هم یه همچین چیزی بوده و اونجا یک کسی به اسم سرگورد پترسن مسئول اون کارها بوده از این طرف ما، از اون طرف پترسن باید با همدیگه هماهنگ بکنن این ارسال نیرو و اطلاعات رو چیکار میکنن میرن لب دریا چون قراره بفرستند به استکهلم و باید از راه دریا برن نمیتونن زمینی برن دیگه زمینی خب اصلا شدنی نیست اینو هم بدونین وضعیت الان اینجوریه هم توی فنلاند چپا حضور دارن و دارن میگه پلیس امنیت فنلاند دیگه اون اواخر کاملا زیر چتر شورویه یعنی همین نیروهای اطلاعاتی اگر بخوان خودشون رو برسونن به سوئد بعد دائما از دست نیروهای پلیس امنیت خودشون فرار بکنن چون اگر گیر پلیس امنیت بیفتن تحویلشون میدن به شوروی از راه زمینی نمیتونن برن باید از راه دریایی برن ضمن اینکه توی سوئد هم تقریبا یه همچین چیزیه اونجا هم, هم نیروهای انکیویدی روسیه شوروی هستن هم از سمت کشورهای دیگهی که درگیر جنگن هستن چرا چون سوئد قول داده بود که بیطرف باشه و چون قول داده بود که بیطرف باشه همه روش نظر داشتن کنترل داشتن میخواستن ببینن آیا واقعا این بیطرفه یا نکنه داره به دشمن کمک میکنه یعنی اینجوری نبود که اگر این نیروهای حالا ما میرسیدن به سوئد دیگه اونجا امن امن بود اونجا هم حالا مشکلات دارن خب میرن توی یک دهکده ماهیگیری لبه مثلا دریا اونجا مستقر میشن شروع میکنن به بندی اطلاعات یه سری جبه های مخصوصی رو میارن که اگر مثلا افتاد تو دریا افتاد تو, تو آب افتاد از بین نرن این اطلاعات چون حیاتیه دیگه قرار نیست یک صف هم از بین بره و شروع میکنن به تقسیم بندی این هزار نفر با چهار تا کشتی باید خودشون رو برسونن چهار تا کشتی که باید هم از دست زیر های شوروی فرار بکنه هم مین های دریایی که کارگزاری شده توی دریا چون اینجوری بود که هر کسی از یه طرف می اومد مین می توی دریاهایی که مثلا نزدیک فنلاند و سوئد بود که اگر دشمن رد شد کشتی هاش مثلا بهشون آسیب برسه پس هم از دست زیردریایی هم از دست مین باید فرار بکنن و از همه مهمتر گیر نیروهایی که تو سطح آبن نیفتن به همین خاطر یه سری ساعات مشخصی رو اینو با هم هماهنگ میکردن و ب... حالا با کلی مثلا مشقت این چهار تا کشتی میرسه موفق میشن 750 نفر نیرو رو برسونن سوئد 250 نفر موفق نمیشن برسن و گیر میفتن توی فنلاند حالا باید مخفیانه زندگی میکردن یه تعداد واقعا هم گیر پلیس های امنیت فنلاند میافتند. و زندانی میشن تا حالا چند سال بعد که ماجراهای پیش میاد و دیگه ولشون میکنن ولی اون موقع شرایط خیلی سخت بوده اون 750 نفری که میرن من جمله رئیسشون حالا ما خودشون رو میرسونن به زیرزمین یک هتلی توی استوکهلم اونجا مقریه که سیبیران و اون سرهنگ پترسن در نظر گرفتن جعبه ها رو میبرن توی اون زیرزمین هتله نیروها خودشون رو جاهای مختلف مخفی میکنن ضمن اینکه مردم سوئد هم اون بخش غیر نظامی هم از گذشته اعلام همکاری کرده بودن چون اینا میدونستن که اگر فنلاند گیر شوروی بیفته سوئد هم همین اتفاق براش میفته به همین خاطر هم نیروهای نظامی سوئدی خیلی جدی بودن که با حفظ بیطرفی در ظاهر تا میتونن از فنلاند حمایت بکنن و در سالهای پیش هم سالهای مثلا چهل، 41, 42, 43 همین حمایت ها بوده مالی بوده، تسلیحاتی بوده، جورای مختلف دیگه الان مرحله آخره دیگه پس مردم میان مثلا این نیروها رو تو خونه های خودشون مخفی میکنن زیر شیروانی زیر زمین بهشون لباس میدن مواد غذایی میدن که فقط این 750 نفره بمونن سوئد گیره مثلا نیروهای انکی ویدی که تو خیابونای سوئد دارن میچرخن نیافتن مثلا ولی این حالا ما توی یه هتل زیر زمین هتل شروع کرده به یک کار مخفی که خیلی ازش خبر ندارن اون اطلاعاتی که روی کاغذ هست رو داره یکی یکی تبدیل میکنه به میکروفیلم میکروفیلمی که گفتم جزو مهمترین ابزار جاسوس های جنگ جهانی دوم بود همه رو یا حالا اون بخش مهمی رو که نیازه تبدیل میکنه به میکروفیلم و شروع میکنه به فروختن اینها به سرویس های اطلاعاتی کشورهایی که هنوز درگیر جنگن هن. ماهای آخره دیگه ولی به هر حال کشورها هنوز امید دارن به اینکه مثلا پیروز بشن هم متفقین هم نیروهای محور و بخشی از اینها رو میفروشه بخشی هم باقی میمونه اون بخشی که باقی میمونه راجبش حرف و حدیث زیاده بعضی میگن دهه شست سوئدی ها اونها را آتیش زدن اون اطلاعات رو بعضی میگن نه مثلا افتاد دست جاهایی مثل آمریکا توی پرانتز کنم قبلا هم راجبش صحبت کردم خیلی دوست دارم جدا راجبش کلیپی بسازم امریکا با استفاده از چیزهایی که از طریق این جنگ به دست آورد مثلا دانشمندانی که تو آلمان بودن این میراس اطلاعاتی که باقی موند پروژه های نظامی که باقی موند از طریق همین ها تونسته گویا خودش رو خیلی تقویت بکنه این حالا یک روایت ها نمیدونم دقیقا چقدر میتونه درست باشه یا نه این جزء مثلا اون شنیده ها جزء اون چیزایی که در حد شایعه میگن همه باید جدا راجع مطالعه بکنم ولی حالا اگر این درست باشه بر همین اطلاعاتی که از توی زیرزمین هتلی در استکهلم بیرون اومد و بخشش به دست آمریکا رسید اینم خیلی کمک کرد که تو دوران جنگ سرد بتونن علیه شوروی به کار بگیرن اینم جزو جز اون نقاط مبهم تاریخه که توی اون زیرزمینه جا مونده و خیلی نمیدونن چیه خب حالا زمان میگذره و شوروی نهایتاً با یک معاهده قول میده که دیگه فنلاند مثلا نگیر فنلاند رو احترام بذاره به حاکمیت ارزش و اون هم که گرفته رو پس میده ولی اینا قرار یکی یکی برگردن بیان این 750 نفری که تا الان توی سوئد موندن قرار خودشون رو برسونن و حالا اینکه چه جوری برسونن دوباره ماجراست چون همچنان پلیس امنیت که پاسخگوی به شوروی دست بالا با شوروی دیگه نمیتونن بگن به شما ربطی نداره همچنان تو خیابونا هست و خیلی از اینها رو گیر میندازه و به هر کدوم بین یک تا چهار ماه حبس میدن ولی حالا ما میمونه سوئد حالا ما میمونه سوئد و میگن بعدا مثلا اواخر جنگ دیگه اون روزهای آخر که نیروهای آمریکایی هم وارد آلمان شده بودن این حالا ما خودش رو میرسونه به اونجا میرسونه با آلمان و با آمریکایی همکاری میکنه سر همینه که میگن مثلا اون اطلاعات بخشش رسیده به آمریکا چون اصلا مستقیم داشت با آمریکا همکاری میکرد دیگه حالا بعد ها میره اسپانیا و یه شرکت ساختمونی میزنه و اصلا درگیر زندگی خودش میشه دهی هفتاد هم فوت میکنه حالا این اتفاق میفته ولی تنها اتفاقی نبود که توی فنلاند رقم خورد توی شرایطی که احتمال میدادن کشورشون اشغال بشه توسط شوروی همزمان با اینها یک عملیات دیگه هم توسط یک گروه دیگه ای داشت اجرا میشد چی بود ماجرای اونا ماهای آخر سال 44 نظامیان فنلاندی ترس دارن که کشورشون بیفته دست شوروی و اگر این اتفاق بیفته خب برای خودشون هم عواقب سختی داره دیگه اینا ماها جنگیدن ضربه زدن به طرف مقابل حالا فکر کن بشن اسیر اونها هیچ کسی دوست نداره توی این موقعیت گیر بیفته توی این تحولات دو تا از افسران عالی رتبه ستاد اطلاعات نظامی فنلاند یه جلسه مخفی با هم میذارن میگن ما چی کار باید بکنیم ما باید یه حرکت که انجام بدیم نمیتونیم دست روی دست بذاریم که اگر کشورمون دست دشمن افتاد هر کاری دلشون بخواد بکنن میگذره میگذره با چند نفر مشورت میکنن با نیروهای ارتباط میگیرن و متوجه میشن که در طول این چند ماه یه سری انبار مخفی سلاح توی فنلاند تاسیس شده مثلا اون نیروهای مهم رهبران نظامی اومدن این انبارهای مخفی سلاح رو درست کردن و توش کلی سلا و مهمات ریختن برای روز مبادا ولی حالا که دیگه جنگ به پایان رسیده فعلا کسی سمت اون انبارها نمیره نمیدونن ان کجاست فقط مثلا اون نیروهای آی رتبه میدونن که خب این دوتا افسر نمیتونن با اونا در ارتباط باشن چون اونا رسما دارن با شوروی اون طرح صلح رو امضا میکنن اگه اینا برن به اونا بگن کجاست اونا مخالفت میکنن دیگه یعنی کاری که این دوتا افسر فنلاندی دارن انجام میدن کاملا غیرقانونیه و ترکی رو مینویسن و طراحی میکنن که مشهور میشه به The Weapon Cash Case کیس انبار سلاح این تر هم خیلی تر پیچیده و واقعا حاصل دوتا نابغه نظامیه اینو باید همزمان دوتا کار انجام بدن یک شروع کنن به ساخت یک در واقع یک تشکیل دادن یک گروه مخفی زیاد مثلا با ده نفر کار اینا را نمیافته باید بتونن افراد زیادی رو پیدا بکنن چرا چون انبارها پخش گویا حالا چه جوری پیدا بکنن اون انبارها رو هم خودش مسئله است کم کم یک سری اطلاعات و یک سری نقشه هایی رو بهش میرسند و پیدا میکنن اونها رو اون حالا جدا ولی اینکه مثلا بتونن کلی آدم رو هم داشته باشن که این آدما با اینا همکاری بکنن و گیر پلیس امنیتی فنلان نیفتن خودش خیلی مسئله است و حدودا گفته میشه 5000 نیرو رو آماده میکنن با 5000 نفر ارتباط میگیرن بهشون مسئولیت های مختلفی می میدن که آقا شما مثلا تو فلان نقطه این کار رو انجام میدی شما تو فلان نقطه میری میگردی در حال کشفن یکی یکی دارن انبارها رو پیدا میکنن کم کم متوجه میشن خیلی زیادن انبارها یعنی اصلا تصوری که داشتن این نبوده بیشتر هم سلاح های سبک ها ولی خب زیاده و این زیاد بودن خیلی کمک میکنه میگن خب پس ما در طی این چند ماه پیدا میکنیم باید مخفیشون هم بکنیم یعنی جاها رو عوض کنیم این که کسی دیگه ندونه کجاست وای میسیم اگر اتفاق افتاد و دشمن حمله کرد ما دیگه جنگ چریکی رو آغاز میکنیم اینا موفق میشن تا بهار 1945 طرح رو تقریبا تکمیل بکنن یکی یکی انبارها رو پیدا کرده بودن بعد میرفتن جاهای قدیمی جاهایی که مثلا به ظاهر بی اهمیته اصلا معلوم نیست مالکش کیه کسی کاری باشون نداره توی اونجاها پنهان میکردن و خود پنهان کردنه هم مثلا اینجوری بود که باید چند لایه میکندن دفن میکردن بعد حالا چه جوری روشو میپوشوندن جوری که اصلا کسی به شک نکنه بعد که حالا جاساز میکردن تازه میومدن روی نقشه های کاغذی که داشتن کدگذاری میکردن یعنی اینجوری نبوده که مثلا بیان رو نقشه چهار تا ضرب در بزنن میگن تو فلان استان مثلا اینجا و اونجا مطمئنا یه کسایی دستگیر میشدن و نقشه ها لو میرفت دیگه خود این کدگذاری هم حالا مسئله بوده و مهمترین وجه این تر این بود که اینا تونستن با یک پراکندگی خیلی زیادی این کار رو انجام بدن بعد حالا میگم وقتی مثلا بخش های از اینها کش میشد همه براشون سوال بود که اینا چطوری تونستن اینقدر پخش کنن این مخفیگاه ها رو برای خودشون در حالی که زیر فشارن دیگه نیروهای امنیتی هستن بالای سرشون ولی یه میارن اواخر بهار پنج یکی از نیروهای اینها یکی از اون 5000 نفری که داشت همکاری میکرد غالبا طرفدار کمونیستا بود دلش با اونا بود سمت متفقین بود و این میره لو میده میره به نیروهای متفقین و طبیعتا به شوروی اطلاع میده میگه آره همچین ترکی انجام شده و چند تا از مهره های مهم رو هم بهشون معرفی میکنه ولی خب نمیدونه جاها کجان دیگه فقط اون بخشی از اطلاعاتی که میدونه رو میگه بلافاصله نیروهای امنیتی فنلاند حدوداً شاید حدود مثلا 90 درصد از اون 5000 نفر رو دستگیر میکنن عدد خیلی زیاد بوده چون همه تو فنلاندن و راحت میرن هم یکی یکی در خونشون دستگیرشون میکنن دیگه کاری نداره براشون ولی این عملیات هیچ وقت شکست نمیخوره یعنی بخشی از مخفیگاه ها رو پیدا میکنن ولی هیچ این عملیات اینجوری نبود که همه مخفیگاه ها لو بره میمونه میگن تا ده ها بعد مثلا تا 1980 و اینها بارها شد که توی فنلاند مثلا میرفتن یه جای قدیمی یه کلبه یه جای توی روستایی زمین کشاورزی یه جایی میکندن یه هم مثلا میرسیدن به یه سری سلاح و مهمات و اینجور چیزها یعنی انقدر خوب مخفی کرده بودن و پراکندگی بالا بوده که چند دهه طول میکشه تا اینا یکی یکی در بیان در همشون رو هم میگیرن و تا سال 1948 همه اینها زندان میرن تا اینکه بعدا دولت فنلاند میاد اعلام میکنه که آقا هر کسی درگیر این کار بوده یا درگیر اون یکی عملیات بوده استلا پولاریس دیگه مثلا کاری باش نداریم و میتونه آزاد باشه و در کل برام چیزی که جالب بود راجع به این دوتا عملیات اینه که خب هر دوتا به اون هدفی که داشتن نرسیدن و چه بهتر که نرسیدن چون صلح شد و نهایتا چربی اشغال نکرد و تلفات بیشتری ندادن دو طرف خب این خوبه دیگه ولی برای این چیزی که جالب بود این بود که مردم فنلان نظامی ها قطع غیر نظامی ها شبه نظامی ها میلیش ها و اینها با چنگ و دندون تا اون آخرین لحظه جنگیدن و برای اینکه یک وجب از خاکشون رو به دشمن ندن هر کاری که تونستن کردن این واقعا تحسین برانگیزه و خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا پایان دیدید دیگه برای خودم جالب بود سعی میکنم تو ویدیوهای بعدی باز برم توی این گوشه های پنهان تاریخ بگردم بعض وقت واقعا اطلاعات کم هست به سختی میشه در آورد و زیاد نیست گسترده نیست به همین خاطر حالا ویدیوها شاید خیلی طولانی نشه سعی میکنم گله گل رو براتون تعریف بکنم خیلی هم ممنونم از اسپانسرین سریال جاسوسان جنگ جهانی دوم شرکت بینالمللی مادیکو یکی دیگه از خدمات مادیکو اینه که اگر میخواید توی آلمان توی نمایشگاه شرکت کنید مثلا تولید کننده یا چه میدونم فروشنده یه مثلا خوراکی های هستید که توی اونجا نیست یا چه میدونم صنایع دستی فرش خصوصا فرش ایرانی خیلی اونجا محبوبه چیزهایی از این دست میتونید به کمک مادیکو توی قرف... آلمانی قرفه بگیرید بهتون مشاوره میده بهتون خدماتی رو میده که اونجا راحت کارهایی که میخواید رو انجام بدید و لیست تمام نمایشگاه هایی که سالانه برگزار میشه تو آلمان هم هست توی سایتشون خیلی ممنونم ازتون پاینده ایران بزرگ بدرود